از آیه 12 اگه نگاه کنیم، حالا راجب وسوسه ها داره صحبت میکنه. سختی هستش و وسوسه هستش. پس در سختی و وسوسه ما احتیاج به این ایمان مطیع داریم و واکنش و اون چیزی که باید در برابرش داشته باشیم. زمانی که ما وسوسه میشیم، زمانی که در تجربه میفتیم، زمانی که یک مشکلی به وجود میاد در زندگیمون، یعقوب میگه هیچ وقت فکر نکنید که این از خدا به شما رسیده. زمانی که یکی مریض میشه، خدا بد نده، خدا بد نداره که بده. و این نمون و این قسمتی که داریم میخونیم همین رو میگه. آیه 17 رو نگاه کنید، میگه هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست. خدا پدر نورهاست و هیچ سایه گردشی در او نیست. چطور میتونه خدایی که پر از نیکویی و بخشش و مواهب خوبه بیاد بدی بده؟ بدی نداره خدا بخواد بده، ولی در قبالش میدونیم که بدی وجود داره. آیه 13 میگه هیچ کس چون در تجربه افتاد نگوید که خدا مرا تجربه کرد. من به شما گفتم از ترجمه 1009 بخونم، من خودم دارم ترجمه قدیم بخونم، ببخشید. زیرا خدا هرگز از بدی ها تجربه نمی شود. او هیچ کس را تجربه نمی کند. ایمان باور نداره این رو که خدا منو وسوسه کرده، خدا منو انداخته توی موقعیت. ولی خب چه اتفاقی میفته که ما تو وسوسه میفتیم؟ چه اتفاقی میفته که ما گناه میکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا خداست که ما رو میندازه تو این وضعیت؟ کلام خدا در جاهای دیگه هم همینطور صحبت میکنه، ولی اینجا به صورت خیلی واضح، چون یکی از زیباترین قسمتایی که میدونم همتون هم حفظین، همتون هم بارها خوندینش، میگه لکن هر کس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکند. ای برادران من، گمراه مشوید. زمانی که آدم و حوا رو ما در اون تصویر پیدایش نگاه میکنیم، اون فریفتگی رو میبینیم. اینکه حوا نگاه کرد به اون درخت و درخت براش زیبا اومد، نیکو منظر اومد، فریفته اون درخت شد، فریفته شد تا از اون بچشه و این شهوتش رو کشید. و این نمونه بارزی از اون وسوسه و گناه بود که خدا دخالتی درش نداشت. خدا هیچ وقت نمیاد و یقه ما رو بگیره بگه اینجا گناه نکن، اینجا بیا برو این ور. و اینو بارها دیدیم، چون به ما خدا اختیار داده، چون خدا جوری ما را خلق کرده که ما همونجوری که آدم و حوا بودن بهشون یه اون فرمانش رو میده، کلامش رو میده و میگه نکن این کارو. عاقبتش هم میگه، میگه چون که خواهی مرد، چون که درد داره، چون که وارد لعنت میشی. و اون موقع شما فکر میکنی خدا نمیدید که اینها دارن گناه میکنن؟ خدا زمانی که ما وسوسه میشیم، مرز گناه هستیم، خدا فکر میکنه نمیبینه ما رو یا قدرت نداره ما رو نجات بده؟ خدا نمیکنه این کار و بارها بار در زندگی ما دیدیم، همونطور که اینجا هستش. چون که خدا میخواد ما با همون اختیاری که داریم خودمون این کار رو انجام ندیم. چون اگه غیر این بود، این رابطه به درد نمیخورد، میشدیم این عروسکای کوکی که خدا ما رو هر دفعه میورد و حفاظت میکرد از هر گناهی که میخوایم انجام بدیم. پس ایمان مطیع ایمانی هستش که در رابطه با سرنوشتی که داره، که اون سرنوشت میتونه به گناه بیانجامه، میتونه به عدم انجام گناه بیانجامه، و کلا در نهایت همه چیش رو به اراده خدا در آیه 18 میدونیم میسپاره و اون رو به محض اراده رو میسپاره، نه به اراده و شهوات خودش. آیه 2 رو ما جا انداختیم، آیه 12 ببخشید، آیه 12 ایمان مطیع و برکت هستش. جالبه، میگه خوشا به حال کسی که متحمل این تجربه ها میشه، چون که آزموده میشه و اون موقع است که این آدم برکت میگیره. و اون برکت چیه؟ تاج حیاته. شما فکر کنید با یکی دارین صحبت میکنید، میگه اگه مثلا به حرف من گوش بدی چلا کباب بهت میدم. اینجا خدا میگه اگر تو تحمل کنی و طبق کلام از زندگی کنی، من به تو حیات جاودانی میدم. و زمانی که کلام خدا رو ما نگاه میکنیم، خیلی از آدم ها در تاریخ توسط این کلام کور شدن. فریسیان کسانی بودن که حفظ بودن به نوعی، فکر میکردن داستان موسی رو میدونن، شریعت موسی رو درس میدن و حفظ بودن.
زمانی که مسیح جسم میپوشه و روی زمین میره بهش چی میگن؟ میگن تو رئیس شیاطینی. و این نشون میده که خوندن این کلام صرفاً چقدر میتونه آدم ها رو کور کنه. فریسیان عیسی مسیح رو نشناختن، حفظ بودن این کلام رو. در لوقا 24 میخونیم که عیسی مسیح دو تا شاگرداش رو میبره کنار و از پیدایش تا ملاکی رو بهشون نشون میده و میگه هر صفحه درباره من داره صحبت میکنه. اونجا ذهن اینا رو باز میکنه و مکاشفه اینا میده. همه صفحات تحت تعتیق رو نشون میده که در رابطه با عیسی مسیحه و فریسیان اینو ندیده بودن. و امروز این نیستش که ما این کلام رو بخونیم بایبل استادی داشته باشیم و کلمات رو ببینیم که چه جوریه. خیلی خوبه، ولی صرفا اینها نمیتونه ما رو به حیات جاودانی برسونه.